خبری از افغانستان. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران ادامه بازداشت های خودسرانه خبرنگاران توسط طالبان را محکوم کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز سه‌شنبه 3 مرداد با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که پس از 2 سال تسلط گروه طالبان در افغانستان، خبرنگاران در معرض خشونت و بازداشت خودسرانه جنگجویان این گروه قرار گرفتند. به گفته این نهاد، ناامنی و نگرانی در افغانستان تحت سلطه طالبان باعث افزایش روزافزون مهاجرت روزنامه‌نگاران افغانستان شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از طالبان خواسته است تا همه خبرنگاران دربند را آزاد کنند و به ارعاب رسانه‌های افغانستان پایان دهند. طبق خبرنامه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، گروه طالبان محیط خطرناک را برای خبرنگاران ایجاد کرده و نیز محدودیت‌های زیادی را علیه کار رسانه‌ای اعمال کرده است. به گفته این نهاد، طالبان همواره دست به بازداشت، ضرب و شتم و شکنجه خبرنگاران در نقاط مختلف کشور زدند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در حالی از وضعیت بد خبرنگاران افغانستان ابراز نگرانی می کند که با تسلط گروه طالبان در افغانستان طی 2 سال اخیر صدها خبرنگار به دلایل امنیتی مجبور به ترک کشور شده و ده‌ها رسانه صوتی، تصویری و چاپی مسدود شده است. پیش از این هم چندین نهاد بین المللی حامی خبرنگاران از وضعیت آزادی بیان و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان تحت سلطه گروه طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. برای گفتگو در این باره محمد الهام، فعال رسانه از میلان با ما هستند. جناب آقای الهام سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه وزین امام حسین علیه السلام. اطلاعات شما از وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان متاسفانه در طی چند سال اخیر وضعیت همچنانی نداشته، اما در طی 2 سال اخیر و پس از تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان متاسفانه این وضعیت اسفبار را تجربه می کنند. خبرنگاران افغانستان و وضعیت آزادی بیان، گفته می کنیم وضعیت آزادی بیان و وضعیت تفقان رسیده است که هر وقایع و فجایعی که در هر نقطه افغانستان بوده، او انعکاسی که باید صورت بگیره و واقعیت هایی که باید از سوی رسانه ها پاسا پیدا بکنه صورت نمیگیره. متاسفانه در طی 2 سال اخیر که گروه حاکم طالبان در افغانستان حاکمیت دارم و ما شاهد بازداشت‌های خودسر ده ها خبرنگار بودیم و بیشتر از 100 رسانه صوتی، تصویری و چاپی متاسفانه به دلایل مختلف نامسدود شدند. وضعیت آزادی بیان و به ویژه خبرنگارانی که یک عمر در افغانستان خصوصا در طی 20 سال اخیر یک از دستاوردهای جمهوریت هم به حساب می آمد، تلاش های زیادی کردن، خون های زیادی و قربانی های زیادی در راه آزادی بیان دادن. متاسفانه وضعیت فعلی افغانستان و آزادی بیان و خبرنگارانی که یک عمر زحمت کشیدن وضعیت خوبی ندارن. بله جناب آقای الهام، واکنش نهادهای بین المللی حامی خبرنگاران چه تأثیری در بهبود وضعیت خبرنگاران افغانستان دارد؟ واکنش ها و پیام صدور پیام ها و هر گونه کنش و واکنش این نهادهایی که حامی خبرنگاران در سطح بین المللی هستند، ما در حال حاضر متاسفانه در سطح ملی در داخل افغانستان نهاد فعالی که از خبرنگاران و از
رسانه‌های آزاد افغانستان دفاع بکنند. ما نداریم و اگر داریم من منفعل هستند. این نهادهایی که در سطح بین‌المللی فعال هستند اینا فوق‌العاده مؤثر است، اما متأسفانه اینا زیر تأثیر سیاست‌های جمع فضای حاکم رفتند و اینا آن گونه که فشار لازم بر کشورهایشان باید وارد بکنند متأسفانه اینا وارد نمی‌کنند. چیزی که نکته‌ای که بسیار مهم است، این نهادها اگر اینا واقعا فشار وارد کنند برای کشورهایشان و همون زنجیره ارتباط فشارها بالای طالبان به و حکومت فعلی که بر سر قدرت است در افغانستان، اینا حداقل ما می‌دانیم شاید از این باشیم که وضعیت از اخبار امروز خبرنگاران افغانستان تجربه می کنند شاید این کاهش پیدا کنه و این نهادهایی که ده ها نهادی که در سطح بین الملل فعال است و اینا پروژه های هنگفت و میلیون دلاری را برای حمایت از خبرنگاران می گیرند. ما شاهد فعالیت ها و واکنش مؤثر و فعالانه این نهادها نبودیم، اما اینا می دانند نقش بازی کنند و اینا می دانند برای کشورهایی که دخیل از هر قضیه افغانستان امروز می‌بینیم که هفته وار به صورت 40 میلیون دلار یا بیشتر از اون در افغانستان واریز میشه و حساب‌های مختلف میده. اینا وضعیت آزادی بیان و وضعیت از اخبار افغانستان را می‌بینند، اما آنچنانی که با انتظار می‌رند که واکنش مؤثر مثمر و فعالانه داشته باشند ندارند. اما دوتی که تأکید میکنم اینا فوق العاده مؤثر است، اما زیر تاثیر و فضای سیاسی میره. بله، با تشکر از جناب محمد الهام فعال رسانه‌ای که از شهر میلان ایتالیا با ما همراه بودند.